سلام بفرمایید. تشت بایش از برندگان چهاری دارم. آدم اگر بخواد دیگران رو دوست داشته باشه، خودش رو باید اول دوست داشته باشه رو مطرح کرده. این مسئله رو من بارها و بارها شنیدم و یا در موردش خوندم. تقاضای من اینه که اگر لطف کنه یه توضیح بدید این که خودمون رو باید از اول دوست داشته باشیم چی هست. اگر یه دید کلی من دارم ولی جزئیاتش نمیتونم خودم برام جا نیفتاده یا بفهمم که چی. اگر لطف کنید تقاضا. با کمال میل عزیز، ببینید موضوعی که بهش اشاره فرمودید و منم در صحبتم بود موضوع بسیار مهم و اساسی است. یعنی همونطور که با اون مثال عرض کردم که اگر من فارسی بلد باشم، حالا میتونم با شما فارسی حرف بزنم شما رو بفهمم، و اگه بلد نیستم هر چی کوشش بکنم و دوست داشته باشم نه زبان شما رو میفهمم نمیتونم باهاتون حرف بزنم، ماجرای دوستی اینجاست. ولی بذارید یه مقدمه کوچیکی خدمتتون عرض کنم برای که مطلب روشن بشه. من و شما وقتی به این دنیا میایم، امروز توش میدونیم که فقط از طریق رابطه هست، از طریق رابطه ریلیشنشیپ که اصلا معنا پیدا میکنیم. برام اگر شما یه انسانی رو به این دنیا بیارید، یه جای دنیا نگهش دارید که نمیره، که بعید است، و رابطه با هیچ موجودی نداشته باشه، اولا میمیره همطور که تجربیات در این زمین همه مردن. دوم انسان نخواهد بود، یعنی به هر موجودی در جهان شبیه هست جز انسان. این موضوع رو نه از طریق تئوری و نظر بلکه در عمل با یافتن هزاران کودکی که در 2 سالگی، 1 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی، چند تا حتی 15-16 سالگی پیدا کردن که ارتباط تازه کمی با انسان ها داشتن، دیدن اینا حیوان بیشترن تا انسان. پس انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. حالا موضوع رابطه با 2 تا مفهوم که یک قسمت اصلی و اساسی مغز من و شما باش در ارتباطه معنا پیدا میکنه. یعنی ما تا 300-400 میلیون سال که لایه اول یا اون استم مغز و پایه مغز ما رشد پیدا کرده، مکانیزماش رو میشناسیم. مکانیزماش یکی مسئله در حقیقت pleasure and pain، لذت و درد، و بدن اصولا با این کار میکنه. یعنی در تحلیل نهایی مثلا مطالعات اخیر نشون میده تقریبا مسئله انتخاب در انسان برمیگرده به لذت pleasure و به درد pain، و اون عامل تعیین کننده است. البته لذت ها متفاوتن، درد ها متفاوتن، در این حال احتمالش در آینده متفاوتن. بعد یه کاری لذت و دردش با یه کار دیگه باید حد زده بشه، باید پیش بینی بشه، ممکنه با واقعیت بخونه یا نخونه. ولی وارد اون پیچیدگی این بحث نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم میشه آخر کار گفت که مغز ما درست مثل یک ماشین حساب لذت ها رو میریزه، رنج ها رو میریزه، بعد تصمیم میگیره. اولا همینجا، بعد با چیزای دیگه مقایسه. حالا پس انسان در رابطه معنا پیدا. کودک انسانی خیلی زود که از حدود چند ماهگی، حالا در بچه‌ها متفاوته، متوجه میشه که یک کسانی به او لذت میدن، قبل از 4 ماه حتما نیست، و یک کسانی او رو دردش میارن، یک کسانی دردش رو از بین میبرن، یک کسانی لذت رو ازش میگیرن که مثلا آغوش مادره. بنابراین خیلی زود با مفهوم لذت و درد آشنا میشه و مغز او تو این زمینه جا میفته. به همجاست که خیلی مهمه که من 1000 تا پیام لذت بخش و محبت آمیز که برای من لذت داره رو از پدر مادرم بگیرم و 10 تا پیام بد و منفی یا برعکس. به همین جد است که از اونجاست که ما میتونیم بیمار یا سالم باشیم، یعنی نوع رابطه لذت بخشی که با دیگران داریم. اون وقت است که به خودمون اطمینان داریم، به دیگران اطمینان داریم، مثبتیم، خوشبینیم، امیدواریم، آرامیم، احساس میکنیم از عهده کارا برمیایم، پشت کار داریم، پیش میریم، برای که همه چیز خوبه. ولی اگر پاداش هایی که ما میگیریم بد و منفی باشن یا جواب هایی که میگیریم بد و منفی باشن، معلومه که منفی میشیم، بدبین میشیم و و. حالا پس من خیلی زود با واقعیت لذت و درد و رابطه آشنا میشم. نتیجتا همه آدما برای من یه تعریف دارن. آیا اینا برای من لذت میارن؟ البته چیزای نزدیکه، شادی میارن، رضایت میارن، خوشنودی میارن، که اینا همه لغتهایی است با یه مفاهیم دیگری البته تو سنین بالاتر، یا درد و رنج برای من به وجود میارن، موجب مشقت و گرفتاری و آزار و آسیب منن. نتیجتا من میرسم در ارتباط با دیگران. اما خیلی زودم که حدود 6-7 ماهگی است، کودک متوجه میشه بس که خودش هم وجود داره و بنابراین برای خودش هم میتونه موجب لذت درد بشه. فرض بفهمیم با یه کار بدی که میکنه آسیب میبینه، آب جوش میرزه رو دستش، یا به خاطر کار بدی که میکنه پدرش یا مادرش یا دیگران تنبیهش میکنه. بنابراین متوجه میشه که این ماجرای لذت و درد فقط
از جانب دیگران نیست، از جانب او به دیگران هم است، برای که بچه ها را اذیت میکنه، میبینه همه ناراحت میشن، بغل میکنه، شیرینی به اونا میده، میبینه همه خوشحال میشن، بعد در ارتباط با خودش قرار میگیره، میبینه یه کارایی میکنه که برای خودش دردآوره و لذت بخشه. بنابراین ما در حالی که با دیگران رابطه داریم با خود اونم رابطه پیدا میکنیم. بنابراین مهم اینه که این نتیجه و جواب در مجموع چه میشه. اگر من 100 واحد محبت ببینم و 5 واحد درد، اگر 100 واحد به خودم محبت کنم، یعنی کاری بکنم که درسته و لذت ببرم، و 5 واحد، معلومه که در ارتباط با خودم و دیگران راحتم. نتیجه این میشه که من میرسم به جایی که حدود 3 سالگی 2 تصمیم باید با خودم بگیرم، که البته اینا نیست که بشتم کلکولیت کنم حساب کنم، درست پس که من متوجه بشم شیرینی خوشمزه است و دوای تلخ بده. من به این نتیجه میرسم که آیا من کسی هستم که خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، همونطور که فکر کنم برادرم خوبه یا نه، همسایه‌مون خوبه یا نه، مادرم خوبه یا نه، و درباره خودم هم این قضاوت رو پیدا میکنم. و از این به بعد هست که چون خودم برای خودم شی خارجی ام، یعنی من برای خودم شی خارجی ام، همونطور که الان من با شما گفته میگم شما برای من کسی هستی، منم برای خودم کسی هستم، همینجوری با خودمون حرف میزنیم، ما با خودمون قانع کنیم. ما برخی از وقت به خودمون میگیم کار درست نبود، برخی از وقت میگیم بسیار کار خوبی بود، باری کلا. یعنی ما برای خودمون شی خارجی هستیم که با خودمون وقتی از مرحله تنگ آگاهی بگذریم، وارد مرحله خودآگاهی بشیم، این سلف اویرنس به ما یه پیام میده که تو چه جور آدمی هستی. همونطور که راجع به خودمون نظر داریم، چرا راجع به خودتون نظر داری، چقدر باهوشی، چقدر عاقلی، چقدر مرد خوبی هستی، چقدر همکار خوبی هستی، شما راجع به همه چیز بدی هستید، همه اینا رو درباره خودتون نظر دارید. بنابراین میخوام توجه داشته باشید ما راجع به خودمون یه نظری پیدا کنیم. حالا این نظر میتونه ما رو به اینجا برسونه که من به اینجا برسم که از آنچه که هستم احساس لذت و رضایت میکنم یا نه. به همین جاست که از نظر علمی ما از حدود 3 سالگی به بعد درگیر یه پرسش جدی میشیم، و اون پرسش جدی اینه که من خوبم یا بدم، و به چند روز خوبم و بدم، و دوم این که من به یه جایی میرسم که با توجه به آنچه که هستم میتونم خودم رو دوست داشته باشم برای که بینم موجب لذت و شادی و رضایت میشم، یا از خودم و کارهایی که میکنم به تدریج بدم بیاد. به همینجاست که شما میدید بچه ها باید خودشون رو میزنن، یعنی خودشون تنبیه کن، یا تا بیان میگن دستشون اینجا میگن تو بزن، یا عمدن یه کاری میکنن که تنبیه بشن. یعنی انسان از این بابت خیلی زود اینم بهش اضافه میکنه که من به اونجا برسم که خودم رو خوب میدونم یا بد. و اگر خوب دانستم، به خاطر تمام اطلاعاتی که گرفتم، وقتی خوب دانستم که معناش موجب لذته، یه رضایتی از خودم پیدا میکنم یا پیدا نمیکنم. حالا در اینجا 2 اتفاق میفته که این پروسس تقریبا تا 8 یا 12 سالگی ادامه داره. یکی اینکه من به این نتیجه میرسم که من خوبم و خواستنیم و دوست داشتنی، یکی به این نتیجه میرسم که نه، من خوب نیستم. به همین جاست که از نظر علمی مردم به 2 جا میرسن، و یا آدمی در 30-40 سالگی یکی از این دوتاست، خود دوست سلف لاو، یا خود ناپسنده که تهش میشه سلف هیترد، از خودش بدش میاد. تا اونجایی که شما میبینید در امریکا بین 30 تا 50 هزار نفر در سال خودشونو میکشن، ولی که یه وجودی از یه وجود دیگه ناراحته. درسته حوادث بیرونه، ولی این دیگری که نمیکشم، خودمو میکشم. چرا؟ برای که من برای خودم شیء خارجی میتونم اینقدر از خودم بدم بیاد که خودمو بکشم. تازه این فقط خودکشی نیست، من وقتی رفتار ضد زندگی میکنم، امیدوارم کسی اذیت نشه، سیگار میکشم، معلوم از خودم بدم میاد، حالا میرسم بهش. معلومه وقتی ورزش باید بکنم نمیکنم، معلومه خودمو دوست ندارم. چرا؟ برای که عزیزی رو که دوست دارم، دلم نمیخواد سیگار بکشه. عزیزی که دوست دارم میخوام به سلامتیش برسه، ورزش بکنه. به همین جد است که برخلاف تصور مردم، من خیلی زود به این نتیجه میرسم که خودم رو دوست دارم یا ندارم. همینجا این نکته رو عرض کنم که وقتی شما خودتون رو دوست دارید، به نظر من 4 عنصر اصلی تو این خود دوستی سالم پیدا میشه. اول اینکه همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم میکنم، هر کار خوبی است میکنم، کتابمو میخونم، ورزشمو میکنم، محبتمو میکنم، خدمتمو میکنم. دومی که هیچ کار بدی رو علیه خودم و با خودم نمیکنم، همونطور که عرض کردم سیگار نمیکشم، مشروب نمیخورم، برای که کسی رو که دوستش دارم، بدین که اینا رو
دوست ندارم و درست نمیدونم نمی کنم. پس روزی که من عرق میخورم هنوز خودم دوست دارم. چرا به بانوی ارجمند قبلی گفتم خودتو دوست نداری؟ برای که کارای ایشون در مسیر نابود کردن خودشه. شما فکر کنید این رابطه رو ادامه میدم، فرض کنید این رابطه تبدیل شد به یه رابطه جنسی، فرض کنید که این موضوع معلوم میشد میرفت، ایشون تا پای مرگ میتونست بره. کی ایشون رو کشت؟ چون همسرم خصیصه من رفتم با این آدم مثلا نزدیک شدم؟ چه توجیهی برای این کاراست؟ کی در جان اینو میپذیره؟ بنابراین من اولش اینه که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم کنم وقتی خودم دوست دارم، هیچ کار بدی رو با خودم و علیه خودم نمیکنم. تنها مسئله خودکشی نیست. سوم اینکه همه کارا رو با سه تا شرط اصلی میکنم. هزینش با منه، کاست با منه، ریسپانسیبیلیتی رو میپذیرم، مسئولیت انتخاب با منه، و سوم پیامد و نتیجه، کانسیکوئنس اند ریزالت، نتیجه‌ش هم همین. من تو زندگیم هزینه رو من میپذیرم، نه اینکه شما برای من خرج کنید. مسئولیت رو میپذیرم، من انتخاب کردم. به همین جاست که من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. نمیتونم بگم هزار نفر گفتم، گفتن گفتم. و چهارم اینکه به حریم و حقوق هیچ کس تجاوز نمیکنم، حرمت دیگران رو نگه میدارم و به حریم و حقوق دیگری تجاوز نمیکنم. همونطور که انگشتم تو چشم کسی نمیکنم، از نظر روانی هم کسی رو مورد اتهام و یا آزار و آسیب قرار نمیدم، یا از نظر فیزیکی، و اجازه هم نمیدم کسی دیگه با من این کارو بکنه. بنابراین من شما آدم خود دوست، آدمی که همه کارهای خوب دنیا رو میکنه، آدمی که کار بدی رو با خودش و علیه خودش نمیکنه، آدمی است که هزینه و مسئولیت و پیامد رو میپذیره، و آدمی است که به حریم و حدود و حقوق دیگران و حرمت دیگران تجاوز نمیکنه. میشه خود دوست. این اولا برای همه مفیده، چون متاسفانه الان میگم اشکال کار چیه، برای همه مفیده، برای خودش مفیده، برای خودش مفیده، چون دیگران هم مفیده. شما یه همچین پدری باشید، بهترین پدری، بهترین انسانید، بهترین دوستید، بهترین پسرید، بهترین همکارید، بهترین شهروندید. پس این خود دوستی برخلاف تصور گرفتاری نداره. اشکال کار اون وره قضیه. روزی که من خودم رو دوست ندارم، معلومه کارهای خوبی رو که باید بکنم نمیکنم، معلومه کارهای بدی که باید بکنم میکنم، هزینه رو حاضر نیستم بدم، مسئولیت رو قبول نمیکنم، تقصیر دیگران بود، نتیجه رو قبول نمیکنم، چرا اینجوری شد، چرا بچه من اینجوری شد، چرا اون کار من اینجوری شد، پیامد رو، نتیجه رو قبول ندارم، و بعد از اون به حریم حقوق دیگران تجاوز می‌کنم. حالا این دیگران، دو تا اتفاق میفته از کودکی، یا من آنچنان میکوبند و من تصمیم میگیرم که خفه بشم، بنابراین منی که خودم رو دوست ندارم، کارهای خوب رو نمیکنم، کارهای بد رو نمیکنم، به حریم حقوق دیگران هر جا زورم برسه تجاوز میکنم، مسئولیت زندگیمو نمیپذیرم، میشم یه خودناپسند که تا مرز خودکشی میرم، یا درگیر فعالیتایی میشم که به اصطلاح آنتی لایف بیهیویر، رفتار ضد حیات و زندگی است. اما یه احتمال دیگه هم در خصوص انسان وجود داره. انسان به دلیل توانایی‌های ذهنی و تخیلش یه کار دیگه هم میتونه بکنه، و اون کار چیه؟ و اون کار این است که نمیخواد این حقارتش رو، بدیش رو، کوچکیش رو، ناچیزیش رو، عیبش رو، ایرادش رو بپذیره. میاد یه پوششی رو خودش میکشه و میگه من از همه برترم، از همه بالاترم، از همه چنین و چنان است. نتیجتا آدمی که خودش رو دوست نداره دو گونه زندگی میکنه. یکی به صورت خودناپسند، یه حقیر صغیر بدبخت بیچاره وامونده. چرا در فرهنگ و ادبیات ما و در زبان ما این همه لغت خاکتوسری وجود داره؟ چرا این همه ما باید همیشه خودمون رو تحقیر و سرزنش کنیم؟ برای اینکه به این نجرستیم ما بدیم، خوب همه چیزو میپذیریم. به همین جاست که ما این همه لغت، عبدم، عبیدم، غلامم، نمیدونم خاکسارم، نوکرم، مخلصم، چاکرم، شما اصلا شما میدونید، من فکر میکنم هیچ زبانی این همه لغت بدبختی درش باشه که ما اومدیم به خودمون نسبت داریم که چنینیم، و اصلا فکر کنیم اصلا اینکه از افتخارات اینه که خودمون غلامم، هیچم، ذره لاشیم، هبا ان منصورا، ذره های پراکنده هستم، و فکر میکنیم وای که چه ما قد متواضع و فروتنیم. نه، اینا نشانه خودناپسندی است.